دکتر چقدر داره بارون بله. میاد اینجا الان میدین که میدین چه روزی هستین که جولای وسط آخرهای جولای و هوا مثل و درست مثل زمستونه واقعا و من خیلی دوست دارم این هوا خیلی قشنگه اینجا از الان حالا برای مدتی هم دیگه لازم نیست آب بدین به این درخت و گل اون که از همش بهتره آب میخوره بله خیلی قشنگه دکتر هوبان تو جلسه قبلی داشتیم با هم صحبت میکردیم راجع به چند تا کاری که روش هایی که بیننده ها بتونن انجام بدن به سلامت باشه ولی شما داشتی میگفتین که این آیلای سوپرمارکت رو نرن وسطی بهتره که از اون رو هرچی دوری کنن همش بسته بندی شده و پکیجینگ و چیز هست مثلا یه چیز دیگه که شما فکر میکنین مهم باشه اول صبح مثلا شما چی فکر میکنین چه کار انجام از نظر خوردن یا هرچی شما فهم کنیم صبح پاشیم اول ورزش کنیم یا یه لیوان به نظر من نرمش تا بیدار میشیم بله. یعنی من خودم این کارو میکنم حالا شما که استاد یوگا هستی حتما این کارو میکنی منم به همه یاد میدم که شاید ورزش مثلا یکم میتونه بعد دورترم باشه ولی اولین کاری که من میکنم یکی نرمشه بله یا یه حرکات به هر حال آیزومتریک و غیره یه ذره بدن یکم نرم بشه و یکم آمادگی داشته باشه حتما من با آب شروع میکنم حتما آب گرم یا آب سرد معمولا من آب گرم آب ولرم دوست دارم بله. آب سرد نه اصلا دوست ندارم و اصلا پیشنهاد نمیکنم بله اتفاقا داشتیم دوتا ما همینجا میگفتیم که چقدر آب سرد دقیقاً اصلا چیز خوبی نیست بله. به خصوص وقتی که با غذا میخوایم بخورین که اصلا بهتر با غذا آب نخورین ولی یکی از بدترین عادت ها اینه که با غذا آب بخورین و عادت بسیار بسیار بدتر از اون اینه که آب سرد بکنید. اگه بشه یه ذره راجع به این آب سرد چیکار میکنه آب سرد به بدن؟ ببین روی هضم غذا بسیار تاثیر منفی میذاره و ما رو میتونه دوچار بیماری های خیلی زیاد بکنه. برای که یه حالت ببین اصولا اصلا هر جایی باشی سرما منجمد میکنه بله. گرما نرم میکنه و به حرکت در میاره. برای همین هرچی ما آب سرد کمتر بکنیم به خصوص وقتی غذا میخوریم بهتره. میوه هم صبح اول صبح یکی از بهترین چیزایی که میتونیم بخوریم و از خیلی شبا خیلی بده بخوریم. خب حالا یاد گرفتیم که اول صبح یه آب گرم بخوریم با یه ذره میوه. حالا تو آب گرم اگه خواستین یه کوچولو سرکه سیبم بریزین بد نیست. خب حالا بهتر بتونیم راجع به نهار صحبت کنیم. یا صبحونه رو هنوز صحبت نکردیم. اینا قبل از صبحونه بودن. واقعا